آیا ممکن است افغان هایی که در افغانستان و یا هم خارج از افغانستان هستند هنوز وارد کانادا شوند؟ اگر ممکن است پس شرایط و مدارک لازم چیست؟ ما در این برنامه با مهمان من در این مورد با جزئیات صحبت میکنیم. مهمان من در این برنامه خانم مریم اجی محمد، وکیل مهاجرت در کانادا و همچنان عضو رسمی لا سوسایتی در اونتاریو و همچنان رئیس شرکت پاراگاس است. بسیار خوش آمدید. تشکر از اینکه برای ما وقت گذاشتید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه وصال. ممنون از شما. خانم وکیل بسیار خوش آمدید. تشکر از اینکه برای ما وقت گذاشتید. و اگر از اینجا آغاز بکنیم، چه راههایی ممکنه برای افغانهای هنوز موجود دارند که وارد کانادا شوند؟ کسایی که امیجا زندگی میکنن میخوان فامیل خود به کانادا بیارن و یا هم کسایی که هنوز خارج از کانادا هستند، برای تمامشان کدام برنامه ها وجود دارند؟ ببینید، برنامه های مهاجرتی کانادا را اگه بخوایم به دو دسته کلی تقسیم کنیم، یه سری برنامه ها برنامه های رگولاری هستند که به صورت روتین چه برای در واقع ملت افغانستان چه برای سایر کشورهای دیگه یکسان هستند. حالا درصد پذیرشش تو کشورهای مختلف متفاوت هست، ولی یه سری از پروگرام ها و یه سری پابلیک پالیسی ها در واقع مخصوص کشورهای مختلف هستن. کشورهایی که با کانادا دارای قرارداد هستن، اگریمنت دارن با کانادا، اونها یک سری برنامه ها و پروگرام های خاص دارن، و یا یک سری برنامه ها و پابلیک پالیسی ها مال کشورهایی مثل کشوری مثل افغانستان، مثل سوریه، مثل اوکراین با شرایط خاص در واقع توی مقاطع مشخصی از در واقع سال ممکن هستش که پابلیک پالیسی های متفاوتی وجود داشته باشه و برنامه های متفاوتی باز بشه. اگه من بخوام در واقع برنامه های کانادا رو به این دو دسته کلی تقسیم کنم، برنامه های رگولار کانادا خودش باز دوباره میتونه به دو دسته کلی تقسیم بشه. اگر بخواین میتونم براتون توضیح بدم، بیننده هاتون بیشتر با این برنامه ها آشنا بشن که این مخصوص کسانی هستش که در واقع داخل خاک افغانستان هستن. خواهش میکنم. ببینید، برنامه هایی که مخصوص افرادی هستش که در داخل خاک افغانستان هستن در واقع به دو دسته تقسیم میشه: برنامه های پرمننت رزیدنتی موقت یا اقامت موقت کانادا، و یک سری برنامه ها هستش که برنامه های اقامت دائم هستش. برنامه های اقامت موقت شامل ویزیتور ویزا میشه، استادی پرمیت میشه و ورک پرمیت میشه که برای افغانها شاید یکم مشکل باشن. بله، 100%. ببینید، برای مثلا استادی پرمیت و ویزیتور ویزا شرایط افغان ها در واقع شرایط خوبی نیست. شاید به همین دلیل هستش که یک سری پروگرام های خارج از این برنامه ها دیده شده برای افغان ها که در واقع این گپ رو پوشش بده. این برنامه ها برنامه های اقامت موقت هستن که بعدها کسایی که از این برنامه های اقامت موقت استفاده می کنن، این امکان رو دارن که اون رو تبدیل به اقامت دائم کنن. برنامه های اقامت دائم هم میتونیم به دو دسته کلی تقسیمشون کنیم: برنامه های اکسپرس انتری هستن و برنامه های اقتصادی و سرمایه گذاری. توی سالهای اخیر اصولا به یه صورتی شده که کمتر تو برنامه های اکسپرس انتری برای کسایی که خارج از کانادا هستن احتمال موفقیت وجود داره، ولی برنامه های اکونومیک همچنان باز هست، مثل برنامه های سرمایه گذاری های استانی، برنامه های استارتاپ برای کسانی که از لحاظ مالی در واقع شرایطی رو دارن که بتونن بیان در داخل کانادا سرمایه گذاری کنن. این برنامه ها برنامه های روتین و برنامه هایی هستش که مختص کل مردم دنیا هستش. منتها میگم درصد پذیرشش در کشورهای مختلف تفاوت داره. اگر بیایم کسایی که خارج از افغانستان هستند، این برنامه ها اکثرشان با مردم هایی بودند که داخل افغانستان بودند، مگر با صدها هزار مردم خارج از افغانستان هستند، مجبور به ترک افغانستان شدند، اونجا در بسرنوشتی به سر میبرند، برای از اونها کانادا چی برنامه های مخصوص دارند؟ ببینید، تو چند سال اخیر کانادا یه سری پابلیک پالیسی های زیادی رو داشته برای افغان ها که تو شرایط مختلف و بسته به زمان های مختلف این پابلیک پالیسی ها در واقع مطرح شدن. یه سریشون اکسپایر شده، الان پالیسی جدیدی رو اعلام کرده.
من این رو عنوان میکنم اسم یه سری از برنامه ها رو، چون خیلی سوال میپرسن. یه سری از این پابلیک پالیسی ها در واقع اکسپایر شده، دوست دارم که یه سریشون رو اینجا معرفی کنم که کسایی که در واقع قبلا این اطلاعات رو داشتن بدونن که این برنامه ها اکسپایر شده و دیگه دنبال این برنامه ها نباشن و دنبال برنامه های جدید باشن. یک سری پابلیک پالیسی بود مخصوص کسانی که افغان هایی که به دولت کانادا کمک کرده بودن. یک سری برنامه های هیومانیتریان بودش مخصوص افراد وارنبل در واقع افغان بودش. یک سری پابلیک پالیسی بود که اجازه میداد که اکستندد فامیلی افرادی که در واقع اینترپرتر هستن اینجا، مترجم هستن اینجا، بتونن به کانادا در واقع مهاجرت کنن. برنامه دیگری بود که اجازه میداد به کسایی که در واقع ادوایزر زبان هستن و ادوایزر فرهنگی هستن، راهی باز شده بود که میتونستن اعضای خانوادهشون رو به کشور کانادا بیارن. و همینطور برای پرایوت اسپانسرشیپ سال گذشته در واقع این برنامه اکسپایر شد که حتی کسایی که استاتوس رفیوجی هم نداشتن میتونستن در واقع برای این برنامه اسپانسرشیپ اقدام کنن. یعنی ما میخواییم توضیح بدیم که برنامه های بود که اکسپایر شده و ضرورت ندارن که مردم بله این برنامه ها دیگه ادامه ندارن. بله این برنامه ها دیگه ادامه ندارن برای هایی که ممکن است. بله ولی الان میخوام راجع به برنامه هایی صحبت بکنیم که این برنامه های این اجازه رو میده به افغان هایی که خارج از در واقع کشور خودشون هستن و دارای استاتوس لازم هستن برای هر کدوم از این برنامه ها، از این برنامه ها استفاده کنن و وارد خاک کانادا شن. قبل از اینکه وارد دو تا برنامه کلی بشیم، میخوام راجع به پابلیک پالیسی صحبت کنم که ممکنه شرایطش به یک سری از افراد خاص افغان بخوره که در 16 آگست امسال در واقع دولت کانادا اعلام کرد کسانی که از طریق برنامه سوروایور آف داعش در واقع خودشون به کانادا مهاجرت کردن و خودشون الان داخل کانادا هستن ولی نتونستن اعضای محترم خانواده‌شون رو بیارن، این پابلیک پالیسی بهشون این اجازه رو میده که بتونن الان اقدام بکنن و بقیه اعضای خانواده‌شون بتونن به اینها جوین بشن. این پابلیک پالیسی میگم جدید هستش و در واقع شرایط هم به صورتی هستش که کسانی که در ابتدا هرچه سریعتر اقدام بکنن در اولویت هستن برای انجام شدن این برنامه. اگر به شرایطی برنامه بیایم، شرایطشان چی است؟ گفتم باید در واقع مین اپلیکانت اینجا باشه. حالا یک سری خانواده های یزیدی بودن که از طریق همین پروگرام سوروایور آف داعش تونسته بودن اینجا اقامت دائمشون رو بگیرن و الان به فامیلی کسانی که از اون طریق وارد خاک کانادا شدن این اجازه رو دادن. فقط کافی هستش که اون نفری که داخل خاک کانادا هستش در واقع اون استاتوس پرمننتش رو اینجا داشته باشه و بتونه خانوادهش رو، یعنی اقامت دائم داشته باشه، کافی بله، است از لحاظ مالی؟ نه برای خانوادهشون این شرایط خاص وجود نداره. اگر بریم به برنامه مخصوص دیگر که گفتین یک برنامه اقتصادی است. بله ببینیم برنامه های پرایویت سپانسرشیپ از قبل هم وجود داشته، همونجور که گفتم یه پابلیک پالیسی قبلا وجود داشت که اکسپایر شد که یکی از شرایط این برنامه رو تسهیل میکرد. برنامه های پرایویت سپانسرشیپ مخصوص کسانی هستش که استاتوس رفیوجی دارن از طریق UN، بنابراین باید خارج از خاک افغانستان باشن و از طریق UN به عنوان رفیوجی شناخته شده باشن که بتونن از طریق این برنامه اقدام کنن. کسانی که میتونن اسپانسر بشن توی این برنامه 3 دسته هستن. یک سری اگریمنت هولدر ها هستن که معمولا اونها خودشون انتخاب میکنن کسانی رو که قرار هست از طریق این برنامه بیارن و یه سری کامیونیتی اسپانسرشیپ ها هستش و گروه سوم که معمولا ما باشون در واقع کار میکنیم خود افراد هستن. این برنامه معروف هستش به گروپ ها 5 که در واقع 5 نفر کسانی که داخل کانادا هستند میتونن اسپانسر بشن برای خانواده‌ای که خارج از کانادا هست و از اون طریق این خانواده رو ما اینجا داشته باشیم.
کسای امو گروپ آف 5 اون 5 نفری که میخواین اسپانسر بکنن شرایطی از اونها چی است؟ بله، کسایی که باید کسایی که میخوان اسپانسرشیپ بشن اولا باید سنشون بالای 18 سال باشه، اقامتشون اینجا به صورت اقامت دائم باشه، پی آر باشن یا سیتیزن اینجا باشن و باید جرم قانونی اینجا نداشته باشن، چه اینجا چه خارج از اینجا در واقع مجرم محسوب نشن و بدهی به دولت کانادا نداشته باشن، مثلا اسپانسر کسی دیگه ای نشده باشن قبلا، که همچنان در واقع این مسئولیت رو داشته باشن که هزینه های اون فرد رو تامین کنن، یا مثلا از همسرشون جدا نشده باشن که هزینه های همسر و فرزندانشون به عهده اینها باشه. بنابراین اگر این شرایط رو داشته باشن و این امکان رو داشته باشن که برای یک سال بتونن هزینه های اون خانواده ای رو که دارن اسپانسرش میشن رو فراهم بکنن، میتونن از این طریق اقدام بکنن و در واقع اسپانسر اون خانواده خارج از کانادا بشن. تشکر بسیار زیاد. اگر بریم با برنامه های دیگر چه برنامه هایی دارن کانادا برای افغان ها؟ ببینید، یک برنامه دیگر که خیلی برنامه در واقع جالبی هستش، از سال گذشته به صورت پایلت برای ملت افغانستان گذاشته شده، در واقع برنامه های اقتصادی هستش، یک برنامه اکونومیک موبیلیتی هستش که این برنامه به صورت پایلوت در واقع دیده شده که کمک میکنه کسانی که در واقع سابقه کاری داشتن قبلا، یک سال حداقل سابقه کاری داشتن، بتونن از طریق این برنامه ها بیان و اقامت دائمشون رو بگیرن. این برنامه مخصوص در واقع رفیوجی های افغان هستش. حسن این برنامه نسبت به برنامه قبلی که براتون توضیح دادم در این هستش که لازم نیستش که حتما رفیوجی در واقع یو ان باشن، میتونن در واقع پروتکتد پرسن باشن یا کسانی باشن که دیسپلیس شدن و به صورت موقت توی کشورهای دیگه هستن، یعنی شرایط استاتوس رفیوجی رو ندارن، کارت هایی رو گرفتن که فقط نشون میده که تو اون کشور به صورت موقت حضور دارن، تو کشورهای سوم به صورت کشورهای هست وجود دارن، در صورتی که توی برنامه اسپانسرشیپ ما لازم داشتیم که حتما اینها استاتوس رفیوجی داشته باشن. مثلا توی ایران برای برنامه اسپانسرشیپ لازم هستش که کارت آمایش رو داشته باشن، ولی برای این برنامه نیاز نیستش که اون استاتوس رو داشته باشن و این یکی از محاسن بزرگش هستش. یکی دیگه از محاسن بزرگ این برنامه این هستش که در واقع برای این برنامه اپلیکیشن فی و بایومتریک فی رو لازم نیست پرداخت کنن، یعنی پروسه انجام کارشون هزینه دولتی نخواهد داشت و این رو بدون هزینه دولتی انجام خواهد داد. یکی دیگه از مزایای این روش سرعت بالای این پروگرام هستش، ظرف 6 ماه در واقع اپلیکیشن هاشون بررسی میشه و پاسخگویی میشه و این خودش بسیار نکته مهمی هستش. و شرایط دیگه‌ای که این برنامه داره که اون بسته به طبقه بندی که در داخل این برنامه صورت میگیره شرایطش متفاوت خواهد بود. شما گفتین که برای برنامه ضرور نیست که اعلام رفیوجی کرده باشی در کشور سومه. اگر استاتوس رفیوجی داشته باشی مفید است؟ بله، فرق نمی کنه، برای رفیوجی ها هم قابل استفاده هست، ولی الزامی برای اینکه رفیوجی باشن نیستش، استاتوس رفیوجی داشته باشن نیستش، ولی اگر رفیوجی هم باشن بله میتونن استفاده بکنن. آیا شرایط خاص دیگه ای دارن این برنامه؟ ببینید، این برنامه خودش به دو تا طبقه کلی تقسیم میشه. یه طبقه اون در واقع برنامه فدرال هستش و طبقه دیگه و کاتگوری دیگه‌اش در واقع برنامه‌ای هستش که خودش شامل یک سری برنامه‌های مشخص هستش، مثل برنامه‌های رورال، مثل برنامه‌های در واقع پی ان پی های استانی و برنامه‌های آتلانتیک میشه. اون قسمتش که میاد توی بخش فدرال باز خودش به دو قسمت تقسیم میشه، برای کسانی که دارای جاب آفر هستن یا کسانی که جاب آفر ندارن، که قسمت فدرالش بسیار جذاب هستش. و این رو بگم که اون سه برنامه دیگه بسیار شرایط راحت تری رو دارن، منتها شرایط اسکانشون از لحاظ در واقع زیستی با شرایط فدرال متفاوت هستش. وقتی شما فدرال رو انتخاب میکنین، یعنی هر جایی از کانادا این امکان رو دارید که زندگی کنین، ولی اگر داخل اون برنامه ها مثلا پی ام پی های استانی بشین یا برنامه های آتلانتیک یا رورال بشین، شرایط زندگی و مناطق زندگیتون متفاوت خواهد بود.
من الان میخوام این قسمت فدرالش رو توضیح بدم، چون اگر بخوایم وارد اون قسمت بشیم که مربوط به پی ام پی ها هست، هر استان شرایط خودش خاص خودش رو داره و برای برنامه های رورال همینطور، برای آتلانتیک همینطور، و اگر بخوایم حجم اطلاعات رو در واقع در اختیار شما قرار بدیم بسیار زیاد و گسترده است، شاید نیاز به چندین برنامه باشه. بنابراین من فدرال رو به صورت سریع توضیح میدم که بدونین که مهمترین در واقع ریکوایرمنت ها و نیازمندی های این برنامه چی هستش، و با توجه به این نیازمندی ها اگر کسانی بودن که علاقمند بودن از این روش ها استفاده کنن، ما برای توضیحات بعدی در خدمتشون هستیم. بله، مهربانی. برنامه فدرال خودش به دو تا طبقه کلی تقسیم میشه. یک برنامه هستش که در واقع برای کسایی هستش که جاب آفر دارن، و یک استریم دیگه و در واقع طبقه دیگه مربوط به کسانی هستش که جاب آفر ندارن. به صورت کلی اگر بخوام توضیح بدم، برای کسایی که جاب آفر داشته باشن در داخل کانادا، این استریم بسیار بسیار راحت تر هستش. چرا راحت تر هستش؟ به خاطر اینکه ریکوایرمنت ها و نیازمندی های این روش بسیار کمتر از روشی هستش که به صورت فدرال باشه و جاب آفر نداشته باشه. یکی از نیازمندی های این روش در واقع این هستش که فرد متقاضی یک سال سابقه کار به صورت فول تایم در واقع رشته‌ای که قرار هستش که به اون جاب آفر تعلق بگیره، یک سال سابقه کار داشته باشه برای تمامی مشاغل، برای تمامی رشته ها توی کاتگوری که با جاب آفر هستش. تمامی رشته ها قابل قبول هستش، از تیر 0 تا تیر 5، و نمره زبانی که لازم دارن برای این برنامه با جاب آفر بسته به تیری که توش جاب آفر میگیرن، 4 CLB 4 یا 5 خواهد بود. تحصیلاتشون همینجور بسته به پوزیشنی که در واقع توش جاب آفر میگیرن تحصیلات متفاوت هست، به این معنی که نیاز نداره تحصیلات خاصی داشته باشن برای این کاتگوری. و همونجور که گفتم زبانشون بسیار زبان پایین هستش، نمره زبانش 4 یا 5 هستش، و جاب آفری هم که میگیرن باید به صورت فول تایم باشه، یعنی اینکه 30 ساعت کار هفتگی. و حالا ایمپلویر باید چه شرایطی داشته باشه، باز دوباره بسته به اون شرایطی که ایمپلویر محلش که کدوم استان هستش، و با توجه به شغلی که قرار هستش که برای اون جاب آفر بدن تغییر خواهد کرد. این مواردی هستش که مربوط به کسانی هستش که جاب آفر دارن. یه نکته‌ای که برای کسایی که جاب آفر دارن بسیار مهم هستش این هستش که حتی کسایی بودن که تو کشور خودشون به صورت سلف ایمپلوید بودن، یعنی برای خودشون کار میکردن، برای کمپانی دیگه ای کار نمیکردن، سابقه کاری این افراد که برای خودشون هم کار میکردن توی این روشی که جاب آفر داشته باشن در واقع مورد قبول هستش، و این یکی از ویژگی هایی هستش که این روش رو از روش بعدی در واقع متمایز میکنه. اگر دوستانی باشن که در واقع جاب آفر نداشته باشن ولی یک سال سابقه کار رو در 3 سال گذشته داشته باشن، میتونن از روش فدرال بدون جاب آفر استفاده کنن. در این روش در واقع باید در واقع مشاغلی رو میتونن براش اقدام بکنن که جزء تیر 0، 1، 2 و 3 باشه، یعنی تیر 4 و 5 در این مشاغل لحاظ نمیشه. منظور از این تیرها چی هستش؟ یعنی اینکه مشاغل مدیریتی داشته باشن، منیجر بوده باشن، و یا اینکه اسکیل ورکر باشن، مثل انواع مهندسی های مختلف، مهندس عمران، مهندس برق، یا رشته هایی مثل در واقع اسکیل ترید ها، مثل نجاری، مثل کابینت میکری، مثل جوشکاری، و اینها رو داشته باشن، میتونن از این طریق اقدام کنن. لیست این رشته ها بسیار گسترده است. ببینید توی این تیر های 0 تا 5 تعداد زیادی. از کجا میتونن این لیست به دست بیارن؟ این لیست رو میتونن از لینکی که ما توی وبسایتمون گذاشتیم در واقع بهش دسترسی داشته باشن، و از اون طریق در واقع ببینن که کدوم یکی از رشته ها در کدوم یکی از این تیرها قرار میگیرن و اطلاعات کلی رو بتونن ازش داشته. چون این لیست خیلی گسترده هستش و امکان این نیستش که من بخوام همه مشاغل رو اینجا خدمت شما اعلام کنم. آها، یعنی ما میخوایم یکم به بیننده های خود توضیح بدیم که در این برنامه اصلا پیشنهاد کار یا جواب آفر لازم نیست. یعنی اگر شما
این مسلک را داشته باشین یا بلد باشین و یا در این حال در این مسلک ها تجربه یا سابقه کاری داشته باشین، می توانید بدون پیشنهاد کاری از کانادا یا جاب آفر از کانادا اپلای بکنید. و بله. اگر بیایم به شرایط زبانشان، زبان انگلیسی برای مردم الان خدمتتون، فقط این که این سابقه کار توی این روش باید در 3 سال گذشته باشه، و یعنی اگر که فاصله این سابقه کار دورتر از 3 سال باشه، در این 3 سال در واقع آخری وجود نداشته باشه، این امکان براشون وجود نداره که برای این روش. پس 3 سال آخری که در واقع میخوان برای اپلیکیشن اقدام بکنن، باید این سابقه 1 ساله کارشون در اون 3 سال باشه. و همینطور برای زبانشون نیازمندی لول زبانش بالاتر از روشی هستش که دارای جاب آفر هستن. باید زبان CLB 7 رو داشته باشن و همینجور برای تحصیلاتشون حداقل تحصیلات دیپلم رو لازم هست که داشته باشن برای این روش. ولی تو روش قبلی ما در واقع محدودیت تحصیلات هم نداشتیم. یعنی اگر پیشنهاد کاری داشته باشن نیاز او قدر جدی نیستن، بخش تحصیلات زبانشان پایین باشه مشکلی نیست، بسته به رشته ای که بسته به اون پوزیشنی که میگیرن زبانشون 4 یا 5 خواهد بود، CLB 4 یا 5، ولی در این روشی که در واقع جاب آفر نداشته باشن حداقل CLB 7 خواهد بود. CLB 7 شما گفتین که مردم باید حداقل یامو افراد واجد شرایط باید CLBA 7 یا نمره 7 داشته باشند، مگر خارج از کانادا می توانند در این برنامه شرکت بکنند؟ بله. تست CLBA را پاس بکنند؟ بله، تست های زبانی که میتونن خارج از کانادا شرکت کنن، یکی آیلتس هستش و یکی CLPIP هستش که میتونن شرکت بکنن، و جدیدن هم یک آزمون جدیدی به نام PTA کور اضافه شده که اون رو هم میتونن، ولی معمولا از آیلتس استفاده میکنن چون توی همه کشورها در واقع قابلیت اجرا داره، و چون این برنامه اقامت دائم هستش، برای آیلتس باید برای امتحان آیلتس جنرال اقدام بکنن، و اگر تمایل دارن که در واقع بدونن که نمره آیلتسشون به CLB وقتی تبدیل میشه چه نمره ای در واقع چه نمره CLB هستش، این اطلاعات در وبسایت ما هست، به زبان فارسی هم هست، اگر بخوان میتونن مراجعه کنن، و جدول تبدیل نمرات آیلتس، تافل و بقیه در واقع تست های زبان به CLB آورده شده. بسیار عالی. اگر پس با می برنامه بیاییم، برنامه اکانومیک موبیلیتی که شما گفتین برنامه اقتصادی است، و ما می خواهیم با بیننده های خود یک کمی شرایطشان توضیح بدم. شرایطشان اولی است که اگر ریفیوجی باشن یا اعلان ریفیوجی کرده باشن یا نکرده باشن مهم نیست. بله. و دومشان اگر پیشنهاد کاری داشته باشن شرایطشان یک نوع است، اگر پیشنهاد کاری از کانادا نداشته باشن شرایطشان فرق میکنه و سختتر میشه. از کجا آغاز بکنن؟ مثلا مردمای هستن و این مخصوصا برای افغانهای مفید است که به خاطر تحصیل به کشورهای دیگر رفتن، انگلیسیشان خوب است، یا مثلا در یا مثلا به ویزای کاری به جای دیگر رفتن، می توانن اپلای بکنن، مگر از کجا آغاز بکنن؟ ببینید، اگر قرار هستش که در واقع با کمپانی مثل کمپانی ما کار کنن یا هر کمپانی دیگه، معمولا کمپانی ها به این صورت هستش که یک فرم ارزیابی رایگان دارن. ما برای اینکه در واقع تشخیص بدیم که کدوم برنامه برای افراد مناسب تر هستش و سریعتر اونها رو به نتیجه میرسونه، لازم هستش که یک در واقع اطلاعاتی از بک‌گراند اون فرد داشته باشیم. این فرم‌های ارزیابی در واقع بر اساس همین موارد تنظیم شده
توی وبسایت ما اگر مراجعه کنن فرم ارزیابی رایگانمون هست که به زبان فارسی هم هست که فکر میکنم برای افغانها راحت باشه و اگر هم بخوان میتونن که به ما ایمیل بدن یا تکست بدن درخواست فرم ارزیابی رو بکنن، چه به انگلیسی چه به فارسی در واقع در اختیارشون قرار میدیم. و وقتی که ما در واقع یه بک‌گراندی از فرد متقاضی داشته باشیم میتونیم آنالیز کنیم و بفهمیم که کدوم یکی از این روش ها براشون سریع‌تر هستش و اونها رو سریع‌تر و با شرایط اقتصادی بهتر در واقع بتونیم بیاریم اینجا و برای اقامت دائمشون اقدام کنیم. تشکر بسیار زیاد. اگر برویم با ویزای تحصیلی، بله، از ویزای تحصیلی چه خبر؟ ویزاهای تحصیلی کانادا برای کشورهای مثل کشورهای افغانستان که در واقع شرایط در واقع میشه گفت پایداری نیست برای اینکه برای افرادی که در داخل افغانستان هستند و زندگی میکنند، شرایط این ویزا سخت‌تر از کشورهای مثلا اروپایی هستش. ببینین این ویزا چون جزء ویزاهای تمپروری هستش و یا ویزاهای اقامت موقت هستش، هدف این هستش که فرد بیاد اینجا تحصیل کنه و اون میزان دانشی رو که لازم داره کسب کنه و برگرده به کشور اولیش. و چون افغانستان این شرایط ناپایدار رو داره، ما باید بتونیم این رو ثابت کنیم که اون طرف برمیگرده به کشور اولیش. به خاطر همین این شرایط سخت هستش و اگر آمار رو نگاه کنیم برای افغان‌ها یه چیزی هولوش 25% کیس هاشون مورد قبول قرار میگیره. برای ایران این آمار حدود 40% هستش. من آمار ایران رو گفتم که بدونید که خب خیلی هم تفاوتی وجود نداره، یه چیزی حدود 15% تفاوت وجود داره بین ایران و افغانستان، ولی جزء روش‌های تمپروری هستش که اگر کسی راه دیگه ای نداشته باشه میتونیم بهش فکر کنیم. کدام نوع کالج ایجا اپلای بکنن، مثلا یا اکسپتنس لیتر داشته باشن، از کدام کالج، از کدام کالج ایجا دو مجموع در مجموع دو نوع کالج داریم، یگان کالج هستن پرایویت که استودنت ها بسیار بسانی قبول میکنن، میشه از طریق ازوام یا مثلا؟ ببینین بستگی داره به هدفی که دانشجو داره. اگر هدفشون این هستش که این اقامت موقت رو به اقامت دائم تبدیل بکنن، بله خیلی متفاوت هستش که کدوم کالج در واقع ثبت نام میکنن، حتی کدوم استان و چه رشته ای رو انتخاب میکنن، مدت زمانی که قرار هست تحصیل بکنن، چون همه این موارد در ویزای کاری بعدی که بهشون تعلق میگیره در واقع تاثیرگذار هستش و بنابراین خیلی موارد مهمی هستش که قبل از انتخاب رشته، قبل از انتخاب دانشگاه در واقع باید بهش فکر بشه اگر میخوان این رو به اقامت دائم تبدیل کنن. اگر نه فقط میخوان بیان تحصیل کنن، مدرک کانادایی داشته باشن و برگردن، داستان متفاوته. تو هر کالجی، تو هر در واقع ارگانیزیشن میتونن در واقع این رو بگذرونن و تموم بکنن دوران تحصیلشون. مگر گفتین که چانسشان بسیار کم است. بله 25% هستش. علتش رو هم توضیح دادم خدمتون، به خاطر شرایط ناپایداری که الان توی کشور افغانستان هستش. و یک افشان دیگه هم داریم به نام ویزای کاری که در مجموع برای تمام کشورها شاید یکسان باشن، اما برای افغان هم پیش اشاره کردین که اکانومیک موبیلیتی یک برنامه جداست. بله. آیا همین برنامه ویزای کاری است یا ویزای کاری جداست؟ ببینین اگر کسی بتونه اون جاب آفر رو داشته باشه، در واقع این یه حسن برای افغان‌ها که شما اگر از کشورهای دیگه باشید ویزای کار رو داشته باشید بیاید اینجا کار بکنین و در واقع سوابق کاری لازم رو داشته باشید، تازه باید یک کدوم از این پروگرام‌هایی رو که به صورت روتین هست انتخاب بکنین که بتونین وارد پروسه پی آر بشین. ولی این شرایط برای افغان‌ها تسهیل شده در قالب همین برنامه اکونومیک موبیلیتی پروگرام که اگر که کسی اون جاب آفر رو داشته باشه و سابقه کاری خارج از کانادا با یک سال سابقه کاری میتونه وارد این پروگرام بشه برای گرفتن پی آر و من فکر میکنم از این شرایط بهتر وجود نداره برای یعنی ما میخواییم با بیننده خود توضیح بدم که در موجودیت برنامه اکانومیک موبیلیتی اصلا شما نیاز ندارین که نیاز به سابقه کاری اینجا نداره
نیاز به سابقه کاری اینجا نداره و این تنها مسیر برای افغان ها هستش و این مسیر به صورت پایلوت هستش و در واقع یعنی آزمایشی هستش و دولت داره این رو آزمایش میکنه و معمولا برنامه هایی که به صورت آزمایشی هستش احتمال گرفتن نتیجه توشون خیلی بالا هست. گفتین که در حالتی آزمایش است. بله. مگر میشه پیش بینی خودتان چیست؟ دوام پیدا میکنه یا مثلا کوتاه مدت است؟ ببینید تمام پروگرام هایی که اینجا به صورت پروگرام دائمی هم در میاد اول به صورت پایلوت هستش و بعد میان در واقع این آمار رو آنالیز میکنن ببینن که این پروگرام به چه صورتی بوده، نتیجه مناسب داشته نداشته و اینکه اگر تغییراتی لازم هست اعمال بشه توی برنامه وقتی میخواد به صورت برنامه ثابت باشه یا اگر که در واقع اون نتیجه ای رو که مد نظرشون بوده حاصل نشده اصلا به برنامه های دائم تبدیل نشه. پس بنابراین تا این پروگرام به صورت پایلوت هستش و به صورت آزمایشی هستش کسایی که شرایطش رو دارن به نظر من بهتر هستش که اقدام کنن. تشکر بسیار زیاد. اگر در آخر توصیه‌ای دارین برای افغان‌هایی که در جستجوی ویزای کانادا هستند، یعنی برای کدام برنامه ها اولویت بدن، برای پشت کدام برنامه ها نگردن، یعنی در آخر بسیار خلاص. اگه من بخوام توصیه به در واقع بینندگان این برنامه داشته باشم این هستش که هر کدوم از روش هایی را که قرار هستش که کار بکنید و حالا با هر کسی که قرار هست که کار بکنید با هر کمپانی یا حتی اگر خودتون میخواین این کار رو انجام بدین، مهمترین فاکتور و مهمترین نکته این هستش که آگاهی لازم رو داشته باشید. قبلش یه مشاوره صحیح بگیرید که برنامه درستی رو انتخاب کنید که به اون هدف نهاییتون که در واقع اقامت دائم کانادا هست شما رو برسونه. برای کسایی که داخل افغانستان هستن در واقع مسیرها محدودتر هستش و برای کسانی که خارج از افغانستان هستن مسیرهای متعددی دیده شده برای اینکه بتونن بیان کانادا و در واقع اقامت دائم کانادا رو داشته باشن که همونجور که توضیح دادم یکی از این مسیرها پرایوت اسپانسرشیپ هستش و مسیر بعدی مسیر اقتصادی یا اکونومیک پروگرام هستش. امیدوارم که این اطلاعاتی که امروز در اختیار بینندگان عزیز شما قرار دادیم مورد استفادهشون قرار بگیره. اگر سوالی داشتن در این مورد میتونن در واقع به شماره هایی که هستش پیام بدن و یا اینکه به ما ایمیل بزنن، ما در خدمتشون هستیم و پاسخگوی سوالاتشونه. تشکر بسیار زیاد. بیننده های عزیز، این برنامه ما با خانم مریم عجی محمد وکیل مهاجرت در کانادا و همچنان عضو رسمی لا سوسایتی اونتاریو و همچنان رئیس شرکت پراگاس بود که در مورد انواع ویزاهای مختلف کانادا صحبت کردیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.